حمله به تأسیسات نفتی عربستان در بقیق، جایی که بیش از یمن و عراق به ایران نزدیک است. اما ایران میگوید در حمله دست نداشته. آیا این حمله احتمال یک جنگ در خاورمیانه را بیشتر میکند؟ یا برعکس به یاد همه طرف ها میآورد که جنگ چه پیامدهایی میتواند داشته باشد؟ سلام بر شما و خوش آمدید به صفحه دو. حمله به تأسیسات نفتی عربستان 5% از فروش روزانه نفت جهان را از بازار خارج کرد. گرچه از آغاز انگشت اتهام از سوی برخی به سمت ایران نشانه رفت، اما نه عربستان و نه آمریکا تا این لحظه به روشنی درباره تلافی این اتفاق صحبت نکردند. ایران میگوید این حمله کار حوثی‌های یمن است و ربطی به ایران ندارد، اما عربستان میگوید سلاح‌ها متعلق به ایران بوده و این حملات از خاک یمن انجام نشده. همچنین گفته شده که تحقیقات برای یافتن مبدأ حملات ادامه دارد. با این داده ها تأثیر این حمله بر روابط ایران و آمریکا چه خواهد بود؟ آیت الله خامنه ای یک بار دیگر امروز امکان مذاکره رؤسای جمهوری ایران و آمریکا را رد کرد. آنچه در بقیق اتفاق افتاده دست بالا را به کدام طرف می‌دهد؟ آیا دونالد ترامپ از جنگ با ایران واهمه دارد؟ ایران تا کجا مطمئن است که جنگ نمی‌شود و چرا؟ در برنامه امروز سه میهمان داریم. محسن میلانی، مدیر مرکز تحقیقات استراتژیک و دیپلماسی در دانشگاه فلوریدای جنوبی از تمپا، حبیب حسینی فر، روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی از بن آلمان، حسین آقایی، پژوهشگر روابط بین الملل از ازمیر ترکیه. خوش آمد میگم به همه مهمانان برنامه. آقای میلانی، نظر شما چیه؟ آیا این صحبتی که میشه که آمریکا از جنگ واهمه داره، ترامپ جنگ نمیخواد، به واقعیت نزدیکه؟ با عرض و سلام خدمت جناب عالی و مهمونهای محترم و شنوندگان عزیز. اینکه آمریکا واهمه از ترس داره به نظر من واقعا حرف بی‌حسابیه. آمریکا ترسی از جنگ نداره، پرقدرت‌ترین نیروی نظامی دنیاست و اگر خدای ناکرده جنگی بین ایران و آمریکا بشه، به نظر من ضرری که ایران خواهد دید خیلی 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 بیشتر از این ضرری خواهد بود که آمریکا خواهد دید. اما مسئله آمریکا و آقای ترامپ رو باید از هم دیگه جدا کرد. اینی که آیا آقای ترامپ حاضر وارد یک جنگی در شرایط امروز آمریکا و 14 ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری بشه، جواب اینه که فعلا ایشون به این نتیجه رسیده که به نفع خودش، به نفع دولت آمریکا، دولت ترامپ، اینه که وارد یک جنگی نشه با ایران. ولی یک عکس العملی نسبت به اتفاقاتی که افتاده باید نشون بده، از این جهت که دولت آمریکا رسما اعلام کرده که فکر میکنه که ایران پشت این حملاتی بوده که به عربستان سعودی اتفاق افتاده. ولی در داخل آمریکا با در نظر گرفتن اینکه انتخابات در 14 ماه دیگه انجام خواهد شد، مخالفت‌های جدی با آقای ترامپ اومده و انتقادات خیلی شدیدی علیه ایشون از طرف دموکرات‌ها و خیلی دیگرها انجام شده و این انتقادات در رابطه با یک مطلبه که 4 سال قبل من خوب یادمه که در آمریکا ما صحبت از این می‌کردیم که امکان عادی شدن رابطه بین ایران و آمریکا هست. برجام امضا شده بود و بعض خیلی خوب به نظر می‌رسید. تصمیم دولت آمریکا از خروج از برجام و بعد از اون مهمتر مسائل مربوط به تحریم هاست که منطقه رو داره به آتیش میکشه. بنابراین آقای ترامپ از یک طرف در تمام دوران ریاست جمهوریش بارها و بارها گفته که مخالف جنگ های تمام نشدنی خاورمیانه است، بارها گفته که ما در عراق و افغانستان خرج کردیم و منفعتی نبردیم و میخواد این جنگ ها رو تموم بکنه. بنابراین اگر وارد یک جنگی بشه با ایران، به نظر من خیلی از طرفداراش به ایشون انتقاد خواهند کرد. امکان داره وضع اقتصادی جهانی هم وارد بحران بشه. بنابراین فعلا داره ایشون سعی میکنه خیلی محافظه کارانه یه طوری راه حلی برای اتفاقات چند روز اخیر پیدا کنه. بخونم از رو صحبت های آقای ترامپ. گفته که دیپلماسی هرگز منتفی نیست، اما گفته با این حساب داریم کماکان تحقیق میکنیم، هنوز تحت بررسی است، مایلیم از جنگ پرهیز کنیم. آقای حسینی فرد،
عربستان چطور؟ عربستان چرا مستقیم علیرغم اینکه میدونیم به هر حال سالهاست که با ایران مسئله داره، ایران رو متهم نمیکنه به اون شکل؟ خب عربستان هم همون مشکلات آمریکا رو در یک مقیاس دیگه ای داره، یعنی هر گونه تنش بزرگ در منطقه، اول که خب حتی اگر به صورت ضربتی و جنگ محدود هم اراده ای در واشنگتن باشه که بخوان انجام بدن، لزوما این نیست که مطابق با این اراده پیش بره و جنگ محدود بمونه، یعنی میتونه کل منطقه رو خودش در بکشه. عربستان رو بیش از پیش به لحاظ اقتصادش، به لحاظ این روابطی که با جهان داره، به لحاظ استفادهش از خلیج فارس و تنگه هرمز با مشکل روبرو بکنه. از این جهتش عربستان هم برای ساده نیست که دائم تشویق بکنه آمریکا رو که بیاد وارد جنگ بشه. به نظر میاد که عربستان این فشاری که داره میاره یا صحبت که داره میکنه، هرچند که اونا هم به طور مستقیم نمیگن که خود ایران این کارو کرده، بلکه صحبت از سلاح‌های ایرانی میکنن که در این کار بوده، عمدتا شاید فشارش متوجه اینه که اول بیش از پیش روی فشارهای سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی روی ایران تلاش بشه. خب مگه اینا جواب داده آقای حسینی فرد؟ ظرف چند ماه گذشته این چندمین اتفاق هست در خلیج فارس که بسیاری میگن میشه این رو ربط داد به صحبت رئیس جمهوری ایران که گفت اگر ما نفت نفروشیم هیچ کس دیگه نمیتونه اینجا نفت بفروشه. آیا این فشارهای سنگین جواب داده؟ نه، ببینید در مراحل قبلی اقدامات ایزایی که ایران انجام داده، البته اگر بشه واقعا 100% به پای ایران نوشتش، چه در حمله به کشتی ها در فجیره یا مسائل دیگه که در منطقه صورت داده، سطح تنش تا این حد بالا نرفته بود. و خب ایران نتیجه هم گرفته، حدودی فرض کنید امارات یه مقدار راه خودش رو جدا کرد ایران. به نظر میاد که در تهران این حسابو کردن که با توجه به اینکه عربستان هم آسیب پذیره و آمریکا هم آمادگی نداره برای ورود به جنگ، یه مقدار سطح تنش رو ببریم بالا. میگم با این فرض که این کار واقعا به نوعی با هماهنگی گرفته و ببینیم که شاید عربستان رو هم نهایتا به همین راه امارات بکشونیم و از جبهه آمریکا جدایش بکنیم و از این مسائل. و همه این احوال این نیست که آمریکا و به طریق اول عربستان صرفا راهشون راه جنگ باشه در مقابل با ایران. هنوز امکاناتی هست، حالا مسئله تحریم‌ها رو من اشاره کردم، ولی در نظر بگیرید که برای آمریکا اهداف ساده‌تر اینه که در عراق، در سوریه به مواضع ایران حمله بکنه. اینم باز یک گزینه‌هایی که در واشنگتن داره بررسی میشه، چنان که در مورد ائتلاف دریایی که الان صحبتش بوده با بحرین، استرالیا و بریتانیا شرکت مثلا تشکیلش بدن، الان میتونن روی این گزینه هم بیش از پیش اروپایی‌ها رو بزنن زیر فشار. در رابطه با اینکه اروپا هم تو این وسط چه کار می‌کنه، آمریکا همچنان امکاناتی دارن برای امارات. امروز آقای خامنه‌ای گفته حالا در مورد اروپایی‌ها بعداً صحبت می‌کنیم، اما در مورد آمریکا گفته به هر حال مذاکره‌ای در کار نخواهد بود. آقای یادتون هست که قبلاً هم آقای خامنه‌ای بارها اینو گفته بود نه مذاکره می‌کنیم نه جنگ می‌شود. تا اینجای کار به نظر میاد یک سال، بیشتر از یک سال گذشته و حرف او تا کنون درست بوده. به نظر شما آیا این وضع میتونه ادامه پیدا بکنه یا اینکه در آینده نزدیک شاهد این هستیم که بالاخره یکی از این دو اتفاق به اجبار بیفته؟ خب من اجازه میخوام ابتدا یک نکته رو اشاره بکنم. ببینید آقای ترامپ اون دکترین فشار حداکثری خودش رو به عنوان یک راهبردی در برابر جمهوری اسلامی الان در پیش داره. من گمان میکنم که زمانی که داره این دکترین کار کرد، داره کار خودش رو انجام میده، یعنی تونسته که اون میزان صادرات نفت ایران رو به شدت کاهش بده و در واقع جمهوری اسلامی نمیتونه نفت خودش رو به میزانی که میخواد صادر بکنه و پولش رو دریافت بکنه. برای از این منظر که تونسته در واقع نفت، این شریان حیاتی بقای اقتصادی جمهوری اسلامی رو تحت فشار قرار بده، موفق بوده. گمان میکنم دو اشتباه مرگبار رو آقای ترامپ انجام خواهد داد در مقطع فعلی، که این باعث میشه که اون اساسا اون بنیان و اثر بخشی دکترین فشار حداکثری از بین بره. یک این هستش که ذره‌ای بخواد تحریم‌ها رو کاهش بده. من صرفا از منظر منطق استراتژیک و کارکرد قدرت در روابط بین‌الملل اشاره می‌کنم، نه اینکه حامی تحریم باشم یا مخالف باشم. بله. یکی هستش که کاهش بده تحریم‌ها رو. دوم اینه که اقدام نظامی انجام بده در این مقطع زمانی که در واقع خواسته جمهوری اسلامی اتفاقا به گمان من این هستش که از طریق تحریک آمریکا به یک درگیری نظامی بیاد قواعد بازی رو برهم بزنه، صفحه شطرنج رو به طور کلی از بین ببره، در واقع برهم بزنه و قواعد بازی خودش رو تعیین بکنه. من فکر میکنم که آقای ترامپ محتاطانه عمل خواهد کرد و حتی عربستان هم همونطور که آقای حسینی فرام اشاره کردن بعید میدونم که بخواد شتاب زده عمل کنه. اما در مورد مسئله مذاکره که آقای خامنه‌ای
امروز اشاره کردن و همون تکرار موازه قبلی خودشون، من گمان نمی‌کنم که این راهبرد خیلی مؤثری باشه. یعنی در همین زمینه که در واقع چند ثانیه پیش اشاره کردم که بخواد دعوت بکنه، تحریک بکنه که آمریکا رو که بخواد یک درگیری نظامی انجام بده در منطقه، برای اینکه اون اثر بخشی دکترین فشار حضرت رو از بین ببره، نه در این زمینه جمهوری اسلامی موفق خواهد بود و نه در زمینه اینکه بخواد این تداوم رو ببخشه به واقع به اینکه ما نه مذاکره میکنیم و نه جنگ میکنیم. در واقع نیازی هم این طرفی که در واقع نیاز داره که به مذاکره بکنه آمریکا نیستش. آمریکا در واقع به عنوان یک ابرقدرت باید این خواسته ها ما از شما داریم، شما یا اینها رو عمل میکنید یا نمیکنید. در اگر شما ما بخوایم امتیازی بدیم، از شما امتیازات به مراتب بیشتری خواهیم خواست. بله. اگر شما اینها رو عمل کردید نکردید، خودتون به لحاظ اقتصادی تحت فشار قرار خواهید گرفت و به نظر میرسه که راهبرد آقای خامنه‌ای این هستش که مردم در واقع تحت فشار بیشتری قرار خواهد گرفت و این خطر وجود داره که در وحشت نابودی اقتصادی کشور گام برداره. آقای بنابراین شما میفهمید که بهترین گزینه الان برای آقای ترامپ بیعملی هست، اینکه نه اقدام نظامی بکنه نه تحریم ها رو کاهش بده یا تغییر بده. بنابراین فکر میکنید که کلا این فضا تا کی میتونه به این شکل کجدار و مریض ادامه پیدا بکنه؟ من گمان میکنم که ابتدا این در واقع تاکتیک آقای ترامپ این هستش که اساسا اون پلتفرم انتخاباتش هم پلتفرم جنگ نبود، پلتفرمی بود نیستش که بخواد سرباز دوباره بفرستن به خاورمیانه. دومی که اساسا دارن به عربستان میگن که ما به شما سلاح فروختیم، شما و خودتون بتونید از این سلاحایی که ما به شما فروختیم دفاع بکنید. وقتی نمیتونید دفاع بکنید، ما آتش نشان نیستیم. آمریکای دوران ترامپ نمیخواد آتش نشان باشه در منطقه در واقع خاورمیانه. سوم در مورد اون پهباد، اگه خاطرتون باشه پهباد آمریکایی رو وقتی در واقع جمهوری اسلامی ساقط کرد، گفتن که حالا ما ساقط کردیم، اونجا آمریکا که ادوات جنگ خودش بود، منافع آمریکا بود، به طور مستقیم آمریکا واکنش نشون نداد. اینجا هم به گمان من بردباری خواهد کرد، شکیبایی خواهد کرد، اما اینکه تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد بستگی به تصمیم جمهوری اسلامی داره. توپ در زمین جمهوری اسلامی هستش. من گمان می‌کنم که در نهایت اگر من می‌خوام قضیه رو چالش کنم که آیا توپ در زمین جمهوری اسلامی هست یا نه، با توجه به اینکه ما تو این چند روز اخیر چند تا اتفاق افتاده که اینا اگه بذاریم کنار هم مفهوم پیدا می‌کنه. بولتون رو کنار گذاشت آقای ترامپ، حالا یا خودش استعفا کرده به هر حال کنار رفته. آقای پومپئو اومده گفته بلافاصله اومد گفت کار ایرانه، ولی آقای ترامپ میگه هنوز داریم بررسی میکنیم. روشن هست که در سطوح بالا در کاخ سفید یک نظر واحدی دست کم ابراز نمیشه و ما نمیبینیم، بنابراین میشه گفت که نظرات متفاوت هست. آقای میلانی فکر نمیکنید که آقای ترامپ در درون دولت خودش با مشکل روبروی از این نظر که نمیدونه با ایران چه بکنه و اینکه شما میفهمید که او علاقه به جنگ نداره، ولی خب بقیه اطرافیان ممکن است به او بگن که اینکه تو در مقابل ایران هیچ کار نکنی هم ضررهای غیر قابل جبرانی برای طولانی مدت ممکن است داشته باشه؟ من فکر میکنم کاملا شما درست میگید. در درون کابینه خودش، در درون دولت خودش اختلاف وجود داره در رابطه با اینکه مثلا چه عکس العملی در رابطه با حملات عربستان سعودی آمریکا به پیگیری کنه اختلاف نظر بود. بعضی ها معتقد بودن مثل آقای پومپئو که باید یه برخورد نظامی بشه، ولی تا اونجایی که من در روزنامه‌های مختلف خوندم سازمان وزارت دفاع آمریکا بیشتر معتادانه طرف داره میره جلو. ولی فقط اشکالی نیست که در درون حکومت آقای ترامپ موافق و مخالف ایران داره، مسئله اینه که کشورهای اروپایی هم انتقاد دارن از سیاست آمریکا. حقیقت اینه که این راهبرد فشار حداکثری از لحاظ اقتصادی به ایران ضرر زیادی زده، وضع اقتصادی ایران رو بد کرده و بدتر هم خواهد کرد، ولی از لحاظ نظامی، از لحاظ برنامه آمریکا که جلوی نفوذ ایران رو در منطقه بگیره و لحاظ سیاسی، یعنی خواستی که آمریکا داشت اینی که این فشارهای سیاسی باعث این بشه که یک در داخل ایران ما نارضایتی ها تبدیل بشه به تظاهرات و تظاهرات تبدیل بشه به تغییر رژیم، هیچ کدوم از اینا اتفاق نیفتاده. بنابراین ادامه سیاست نه مذاکره و نه جنگ در رابطه با ایران و سیاست آمریکا اگر این باشه که ما نه جنگ خواهیم کرد و نه تحریم خواهیم داشت، به نظر من این شکست خواهد خورد. به خاطر اینکه حقیقت اینه که اگر آمریکا همین سیاست ها رو ادامه بده، ایران هم سیاست های خودش رو در رابطه با خلیج فارس ادامه خواهد داد
و کار به جایی خواهد کشید که ما به طرف جنگ خواهیم رفت. بنابراین اگر آمریکا جدی باشه و اگر هم ایران جدی باشه که جلوی این جنگ رو بگیرن، باید وارد مذاکره با هم بشه. آقای آقایی به نظر میاد که مخالف بودن. آقای آقایی بفهمید. ما به اینکه این در واقع دکترین فشار حداکثری به اقتصاد ایران ضربه زده، خب تهدیدی وجود نداره. من حتی فکر می‌کنم در مورد اینکه در نهایت ما الان در وقت در شرایط فعلی داریم صحبت می‌کنیم، شاید یک اتفاقاتی در آینده رخ بده که در نهایت جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره کشیده بشه، کما اینکه وقتی که آقای ظریف رفتن به بیاریتس فرانسه، اینها داشتن در مورد یک مکانیزم صحبت می‌کردن، قمار آقای ماکرون که سعی می‌کرد که اشتراک نظر به وجود بیاد. یعنی می‌خوام بگم این میل و در واقع ناچار هست جمهوری اسلامی، چاره جز مذاکره نداره. در واقع خودشون دارن میگن ما نمیتوانیم نفت بفروشیم، به ما اجازه بدید 700 هزار بشکه نفت در روز بتونیم بفروشیم. این رو خود جمهوری اسلامی داره میگوید و مذاکره کشیده شده. من فکر میکنم اینجا آقای خامنه‌ای هم امروز اشاره کرد، اون بحث اینه که آمریکا در ازای در واقع اون لغو محدود تحریم ها که بحث امکان فروش نفت برای ایران هستی، چه چیزی از جمهوری اسلامی میخواد؟ من فکر میکنم آمریکا از ایران اون مسئله مذاکره در مورد موشک‌های بالستیک، نقش منطقه‌ای ایران و عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب اتم رو میخواد و در مورد موشک‌های بالستیک من فکر میکنم اتفاق نظر وجود نداره بین ایران و آمریکا. ولی ایران به پای میز مذاکره در نتیجه فشار تحریم ها کشیده شده، ما اینو شاید علنی نبینیم. یعنی شما میفهمید اینا ظاهرسازی است از طرف آقای خامنه ای؟ اجازه بدید آقای حسینی فرد هم بیاریم تو این بحث. آقای حسینی فرد بحث من متخاهم میکنم. ببینید اصل آقای میلانی بهتر از من میدونن، آقای حسینی فرد، اصل حاکم بر روابط بین الملل قدرت و منافع ملی. ما خوشمان بیاید یا بدمان بیاید، آمریکا ابرقدرت هستش. ما نمیخوایم بزرگ نمایی کنیم بگوییم که در واقع هر کاری در این نظام بین الملل میتونه انجام بده، ولی آمریکا باهمی از جنگ نداره. می تواند این نسبت به تبعات این امر بسیار نگران هستش، چرا که اگر بخواد اقدام نظامی انجام بده که ایران در واقع با پای میز مذاکره نیاد، اون بازی بر اساس قواعد بازی تو میرسونه بخواد بازی بکنه، حتی باید یک عملیات و یک جنگ بزرگی رو در منطقه شاهد باشیم که حتی میتونه به ابعاد هستی و اتمی کشیده بشه. متوجه. این رو آقای ترامپ نمیخواهد. متوجه. آقای حسینی فرد، بحث چین و روسیه هم هست، هر دو محکوم کردن اون اتفاق، در واقع گفتن که اینکه ایران رو مسئول بدونیم هم خلاف هست، باید دنبال در واقع مسئول واقعی حمله بگردیم. به نظر شما اونها چه خواهند کرد؟ آیا اونها در میدونیم که به هر حال خریدار اصلی نفت عربستان چین بوده، کسی که بیشترین نگرانی رو الان باید داشته باشه از اینکه تأسیسات نفتی آرامکو به این روز افتادن، فکر میکنید که اونها چه خواهند کرد در نهایت در این بازی؟ من این نکته اشاره بکنم قبلا در رابطه با وضعیت مذاکره، وضعیتی که آمریکایی‌ها و ایرانی‌ها دارن در این شرایط، واقعیتش اینه که ترامپ خیلی مایله تو این 5 6 تا پروژه بین‌المللی که در رو دست داره، مسئله برکسیت، مسئله جنگ تجاری با چین، مسئله کره شمالی، ونزوئلا، ایران، اینا همه بالاخره یکیشو به موفقیت برسونه و خصوص برای انتخابات و هر صورت دستش پر باشه. خب ممکنه که مربوط به ایران به نتیجه نرسونه. جمهوری اسلامی این توهمی که در تهران هستش که ما تا سال 2020 بکشیم، بعد شاید با ترامپ دوره دوم سر کار داشته باشیم یا با دموکرات‌ها سر کار داشته باشیم، خب تجربه 40 ساله گذشته مگه با دموکرات‌ها با کسایی دیگه تونسته ایران مسئله‌اشو حل بکنه بدون اینکه انعطافی در سیاست منطقه‌ایش نشون بده؟ از این جهتش اون چیزی که داره ضربه می‌خوره، چه با ترامپ چه بدون ترامپ، چه قبل از 2020 چه بعد از 2020، عمدتاً توسعه کشوری که قفل کرده، یعنی داره ایران در قیاس با بسیاری از که همتاهای خودش داره عقب می‌افته. اینو آقای خامنه‌ای چیزی که اصلا تا بهش فکر اشاره هم نمیشه، بهش فکر نمیشه. هم نمیشه. یعنی حرفش صرفا اینه که ما تونستیم خوب مدیریت بکنیم که در کشور قحطی نشد و نتونستیم به اصطلاح خم نشدیم، در حالی که الان رئیس انجمن اقتصاددانان ایران میگه مردم دارن از مایه‌شون میخورن. یعنی چی؟ یعنی که دارن وسایل خونه‌شون رو بخشی از جامعه میفروشه میخوره، دارن وامای میگیرن مردم برای اصطلاح مایحتاج عمومیشون که اینا رو احتمالاً نخواهند تونست حسن بدن. از این جهتش که بعد واقعا این عدم سیاست، عدم مذاکره، اون هم که یه مقدارش به عدم اعتماد به نفس برمیگرده که اصولا نمیشناسن دیپلماسی رو، که میشه رفت بدون اینکه امتیاز اساسی داد رفت اصلا وارد مذاکره شد. رهبر کره شمالی خیلی بهتر از تهران داره عمل میکنه تو این زمینه. به اونجا که به روسیه و چین برمیگرده، واقعیتش اینه که اونها هم منافع خودشون رو دارن. در نظر بگیریم که
این محکومیتی که میکنن، این صحبتی که میکنن و اینکه میخوان ایران رو به نوعی مبرا بدارن از این مسئله، خب در چارچوب منافع خودشونه. ولی اونجایی که پای یه مقدار مسئله جدی‌تر میشه، ما ببینیم که بعد از برجام عملا چینی‌ها ایران رو تا حدودی رها کردن. از یاد نبریم که بعد از برجام اومدن برای اینکه اون جاده ابریشم، طرح جاده ابریشم خودشون هم پیش بره، 4 میلیارد دلار اعتبار دادن به ایران برای بازسازی و بهسازی ریل، سازی ریلی و راهنشون. اینا رو الان تعطیل کردن. از فاز 11 پارس جنوبی عملا متوقف شده و چینی‌ها خرید از نفت، خرید نفت از ایران هم در اون مقیاس قبلی ادامه نمی‌دن. می‌دونید که هر 4 بشکه نفت ایران یکیش می‌رفت چین. الان معلوم نیست واقعا چی میشه. و همه اینها اونها هم نگرانند. ضمن اینکه واقعیتش اینه که درسته که ایران امکانات و پتانسیل و ظرفیت بسیاری برای چین داره، چه در رابطه با مسائل انرژی، چه در رابطه با جاده ابریشم، ولی کشورهای عربی، آقای رهبر چین سال 2016 که بلند شد بیاد خاورمیانه، اولش نمیاد تهران، اول میره ریاض. اونجا حجم اقتصاد گسترده و کشور عربی بسیار فراتر از اونیه که چین بخواد صدا اون تخم مرغ چه در سبد ایران بگذاره. راجع به روسیه هم همینه. شما در نظر بگیرید که روسیه هم همین الان آقای پوتین دیداری که با نتانیاهو داشته، حرفایی که میزنه میگه که عملاً دفاع انتخاباتی میکنه از آقای نتانیاهو. نتانیاهو که در حال جنگ نیابتی با ایرانه، دائم داره ایران رو زیر فشار میذاره، داره میکوبه. آقای پوتین میشه یاور انتخاباتی آقای نتانیاهو در مسکو، حرفایی رو میزنه که جمعیت روستبار اسرائیل رو دعوت میکنه که تو انتخابات با آقای نتانیاهو رأی بدید. میخوام بگم اونها هم دارن کارت خودشون بازی میکنن. این سیاست که نگاه به شرق هم که در تهران همچنان آقای ولایتی آقای خامنه‌ای صحبت میکنن، اون هم پاش در هواست. من میخوام یک سوال رو بپرسم و کوتاه از هر سه نفر شما جواب بخوام. آقای میلانی، آیا این تأسیسات وقتی که در واقع حمله بهش شد به نفع ایران شد یا به ضرر ایران در تصویر بزرگ که نگاه میکنی؟ منظورتون که حملاتی که شده به عربستان آیا به نفع ایران یا نه؟ بستگی کامل داره، این بستگی کامل داره که عکس العمل کشورهای اروپایی و آمریکا و عکس العمل ایران و عکس العمل اونها چی باشه. به نظر من از یک نقطه نظر میتونه کمکی به ایران بکنه، به خاطر اینکه نشون داره میده که این سیاست آمریکا در رابطه با ایران باید تجدید نظر بشه. و من امیدوارم در داخل ایران هم کسایی که تصمیم گیرن به این نتیجه برسن که این سیاست نه مذاکره و نه جنگ برای ایران موفقیت نخواهد. آقای حسینی فر، نظر شما کوتاه اگه ممکن. نه، من معتقدم که نهایتا در سطح سیاسی ایرانی که با تصمیم بگیرند، یعنی همین صحبت امروز آقای خامنه ای، میدونیم که ظرف یک ماه دو ماه گذشته اصلا صحبتی نبود که دوباره آمریکا با به برجام برگردی مثلا از این دستا، از این دست، بلکه بیشتر سر کاهش تحریم ها یا ایجاد یک خط اعتباری بوده. حرفی که امروز آقای خامنه ای میزنه، تمام اون تلاشایی که دولت روحانی ظریف داشتن میکردن عملا به پنبه تبدیل میشه و حتی یه مقدار ایجاد مشکل میکنه برای ترامپ در چارچوب این انطافی که نشون میده، اینکه همچنان میخواد به مذاکره ادامه بده. شاید ایران باید پای میز مذاکره. برای آمریکا، برای دولت ترامپ هم سخت میشه که بخواد همچنان بر طبل مذاکره با ایران بکوبه. آقای نظر شما، آیا تاسیسات مورد حمله قرار گرفت به نفع ایران هست؟ به گمانم به ضرر ایران هستش. جمهوری اسلامی سعی میکنه که صفحه شطرنج، صفحه بازی شطرنج رو تغییر بده. تلاشش به گمان من نافرجام خواهد بود، چون که سطح تنش رو در منطقه بالا خواهد بود. شاید یک تلاشی که داره میکنه، یک مقدار دقیق‌تر نگاه بکنیم، این هستش که داره عربستان رو مجبور میکنه، یعنی میخواد به این نتیجه برسونه که جز عادی سازی روابط خودش با ایران هیچ راه دیگه‌ای نداره. یعنی تنش و سطح تنش رو می‌بره بالا، این درگیری‌ها رو ایجاد می‌کنه. می‌گه ببینید آمریکا به داد شما نخواهد رسید، در واقع کشوری که به شما سلاح میده به داد شما نخواهد رسید، برای شما هیچ چاره‌ای ندارید که بخواید با ما اون نرمالیزیشن و عادی سازی روابط رو انجام بدیم. ولی من گمان می‌کنم این هم نتیجه نخواهد داد، زمانی که این سطح تنش و این عدم گفتگو و دیپلماسی بین طرفین وجود نداره. هیچگاه با جنگ و سطح افزایش سطح تنش طرفین نمیتونن که با یکدیگر صحبت بکنن. کار مهمی که آقای کیم جونگ اون انجام داد، رهبر کره شمالی، این هستش که مذاکره میکنه، حتی یک در واقع هندشیک و دستی به آقای ترامپ میده، ولی سعی میکنه که سطح تنش رو پایین نگه داره، در این حال کار خودش هم انجام بده. یعنی دیپلماسی ظریفی رو باید به کار ببره که جمهوری اسلامی فاقد اون هست. متشکرم آقای حسینی فر، آقای میلانی، ممنونم که در این بحث شرکت کردین و ممنونم از شما که در این صفحه دو همراه ما بودید. برنامه رو میتونید روی وبسایت و روی سایت یوتیوب مجدد ببینید. اگر مشترک پادکست ما بشید میتونید صدای برنامه رو بشنوید. شب روزتون خوش.
بشه.